اولین عنوان توی پرسونال جنرال هستش که این دوتا عنوان بالا اپیرنس و هایلایت کالر رنگ این هایلایت ها و این رنگ های اینجا رو تعیین میکنن. اگه خواستید میتونید تغییرشون بدین. عناوین مهمی که داره یکی این دابل کلیک ویندو تایتل بار تو مینیمایز. اگر اینجا دابل کلیک بکنید توی هر جایی توی این قسمت بالا مینیمایزش میکنه. اگر دوست ندارید میتونید برش دارید. آیکون هایی که اینجا دارید توی سایدبار رو اگه خواستید بزرگتر یا کوچکتر بکنید میتونید از طریق این سایدبار آیکون سایز اسمال لارج یا مدیومش روی مدیوم تنظیمش بکنید و ازش استفاده بکنید. و این نمبر اف ریسنت آیتمز، این ریسنت آیتمزی که شما اینجا دارین چند تا برنامه اینجا نشون بده، چند تا سند نشون بده و چند تا از کامپیوترهای شبکه که بهش وصل شدید. شما میتونید بگین که مثلا 5 تا برنامه آخر منو نشون بده یا 10 تا نشون بده یا هیچی نشون نده. من معمولا رو روی 5 میذارم، داکیومنت رو روی 10 و سرورز رو باز هم روی 5. این عنوان ریستور ویندوز ون کویتینگ اند ری اوپنینگ اپس رو توی قسمت ریستور توی فیچرهای جدید لاین خیلی فکر کنم به جزئیات در موردش صحبت کردیم، بخاطر من دیگه اینجا چیزی در موردش نمیگم. میریم سراغ قسمت دسکتاپ و اسکرین سیور. اسکرین سیور شما طبیعتا میتونید اسکرین سیور که دوست دارین از اینجا تعیین بکنید و تنظیم بکنید. زمانش رو از اینجا میتونید تعیین بکنید. تست رو بزنید ببینید که چطور هست. و اما دسکتاپ شما اینجا میتونید از دسکتاپ پیکچرز خود اپل استفاده بکنید اگر دوست داشتید. یا عکس‌های خودتون که تو فولدر پیکچرز توی هوم هستن رو اینجا ازشون استفاده بکنید. یه عنوانی هم این انتها داره به اسم Translucent Menu Bar. این منوی بالایی شما اگر دقت بکنین الان یه خورده Translucent میشه و کم رنگ میشه روی اون دسکتاپ اصلی. اگه بخواین تک رنگ باشه و تخت باشه میتونین این رو بردارین و دیگه اون حالت قبلی رو نخواهد داشت. اگرم احیانا دوست داشتی میتونین هر عکس رو از هر جا اینجا درگ بکنین روی این صفحه و به عنوان دسکتاپ ببینش. خب توی این دو قسمت اول فکر کنم چیز خیلی خاصی وجود نداشت. میریم سراغ داک. داک شما این داک این پایین هستش. اگر خواستید میتونید سایزش رو بزرگتر یا کوچکتر بکنید. مگنیفیکیشن اگر موستون روی هر کدوم از اونها بیاد بزرگترش میکنه و بزرگتر نشونش میده. اگر دوست داشتید میتونید آن یا آف بذارینش. و این هم جای داکتونه، لفت رایت باتم. این جینی افکت و اسکیل افکت برای زمانی که شما مینیمایز میکنین. اگر روی جینی بذارید، من شیفت رو نگه میدارم اینجا که بهتر دیده بشه، به این شکل مینیمایز میکنه. و اگر اسکیل رو بزنید به این شکل مینیمایز میکنه. مینیمایز ویندوز اینتو اپ اپلیکیشن آیکونز هم اگر شما مثلا اینجا توی فایندر من دیدین شو وقتی مینیمایزش کردم دیگه فقط زمانی دیده میشه که شما خود فایندر رو بزنید، یعنی توی خود این اپلیکیشن مینیمایزش میکنه، اینجا نشونش نمیده، که من معمولا این رو آف میذارم. انیمیت اوپنینگ اپلیکیشن زمانی که شما روی هر کدوم از اینها اینجا کلیک بکنید بالا پایین میپرن زمانی که میخوان باز بشن. و یه مثلث کوچیک هم زیرشون دیده میشه زمانی که باز شدن که این آیکون هست. اگر خواستید میتونید این ایندیکیتور رو آن یا آف بکنید. مثلث دیده میشه یا نمیشه. اوتو هاید هم بعضی وقتا ممکنه خیلی به دردتون بخوره و اونم زمانیه که شما جای بیشتری نیاز دارین و میخواین فضای بیشتری داشته باشین. توی اون 18 دقیقه راجبش صحبت کردم که شما با شورتکات کامند آلت دی میتونید آن یا آفش بکنید.